فقط یک بار عاشق شدم و معتقدم آدم فقط یک بار در زندگیش عاشق می شود. بریم سراغ ویدیو. ژینا کلانتری متولد 21 دی سال 1358 در تهران است. او فارغ التحصیل رشته بازیگری تئاتر می باشد که کارش را با تئاتر شروع و سپس جلوی دوربین رفت. با حضورش در کنار شادمهر عقیلی بسیار بر سر زبان ها افتاد. ژینا تنها یک برادر کوچکتر از خودش به نام ژوبین دارد که متولد سال 1363 و ساکن تایلند می باشد. خودش می گوید ژینا به کردی زندگی بخش است. اسم یک گل فرانسوی نیز می باشد. با این حال اما کرد زبان نیست. در سال 1380 وقتی 22 ساله بود برای اولین بار بازی روی صحنه تئاتر را تجربه کرد. به مدت 6 سال توانست در این عرصه میان اهالی هنر به چهره آشنا تبدیل شود. خانم کلانتری رابطه نزدیکی با شادمهر داشت و تعداد بسیاری از مردم منتظر ازدواج این دو نفر بودند. تا اینکه در سال 1381 به جهت فشارها و سختی فعالیتش این خواننده برای همیشه از ایران مهاجرت کرد. شادمهر عقیلی در سال 2002 میلادی یا همان سال 1381 شمسی بعد از مهاجرت به کانادا آلبوم خیالی نیست را منتشر کرد که یکی از قطعات آهنگ آن ژینا گل من بود. بسیاری از مردم در آن زمان توجهی به نام آهنگ نداشتند تا اینکه سالها بعد مشخص شد این نام همان نام ژینا کلانتری عشق شادمهر بوده. ژینا بعدها افشا کرد که در سال 82 دست به خودکشی زده که میگوید اگر عقل الان را داشتم آن کار را هرگز انجام نمیدادم. وقتی بهش فکر میکنم میبینم لوس بازی بوده. خانم کلانتری در سال 1384 از تئاتر برای بازی در فیلم تلویزیونی طبقه دوم انتخاب شد. او توانست در کنار هنرمندان مشهور بازی کند و خود را بسیار نشان دهد. بعد از اولین و آخرین تجربه تصویریش در عرصه هنرپیشگی به جهت انتشار عکس و فیلم خصوصیش در یک جشن تولد با شادمهر عقیلی برای همیشه ممنوع تصویر شد. خودش میگوید نقشی در انتشار این ویدیوها و عکس‌ها نداشته و نمیداند چه کسی هم این کار را انجام داده. اما هیچ وقت او را نمیبخشم چرا که مسیر زندگیم را برای همیشه تغییر داد. ژینا کلانتری در سال 1390 ازدواج کرد ولی در حالی که باردار بود این زندگی مشترک را به پایان رساند. چند ماه بعد هم پسرش اهورا را به دنیا آورد. درست در همین سال شادمهر هم با یک دختر فیلیپینی به نام ملیسا ازدواج کرد که ثمره این زندگی که هنوزم دوام دارد یک دختر به نام ملیناست. ژینا گفت واقعیت این است که ازدواجم نه از روی عقل بوده و نه از روی عشق. بین زمین و هوا بودم، در یک دوراهی برای فرار از خودم تصمیم به ازدواج گرفتم. تنها عمل زیبایی که داشتم عمل بینیم دقیقا در 17 سالگیم بوده. البته سنم را به دروغ 18 ساله گفتم که دکتر مرا عمل کند. حتی ترمیم هم باید هر 10 سال یک بار می رفتم که دیگه نرفتم. خانم کلانتری بعد از گذشت چندین سال هنوزم یکی از چهره‌های شناخته شده و مورد اقبال در فضای مجازی که بیشتر فعالیت روزمره‌اش تبلیغات مدلینگ را در صفحه خود به اشتراک می‌گذارد. اما در تاریخ 16 دی سال 1402 شادمهر عقیلی آهنگ بی احساس را با تک نوازی ویولون در شبکه اجتماعی خود منتشر کرد که روی ویولون کلید واژه لاو برابر 58 و لایف برابر 58 هک شده بود که با تاریخ تولد ژینا کلانتری مطابقت داشت. این ویدیوی شادمهر حواشی زیادی را به دنبال داشت تا اینکه روز بعد خانم کلانتری که الان در تهران زندگی می کند ویدیویی با میکاپ و لباس عروس از خودش منتشر کرد و آهنگ ژینا گل من را با صدای شادمهر روی آن کلیپ قرار داد. واقعا هیچ عشقی مثل عشق اول نیست. دمتون گرم تا اینجا ویدیو با ما همراه بودین. اگه نظر یا پیشنهادی داشتین داخل کامنت ها به هم بگین. لایک و سابسکرایب هم یادتون نره.
شاد و سرحال باشید و خدا نگهدار.